عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. خب با سلام به شنوندگان عزیز ارجمند، قسمت 22 روی سارد 11 11، فورت آف جولای، 400 و خورده میلیون آمریکایی‌ها به خاطر حضور بنده در آمریکا جشن گرفتن. به خاطر من، آن برای من نیست، برای روز استقلال آمریکا، من فکر کنم برای من. و حال روز تولد ما هم هست در اصل امروز، و ریستارت هم هست، یعنی همون تولد. به هر حال از همه دوستان عزیز در فیسبوک، در یوتیوب، در جاهای دیگه سوشال مدیه ها که تبریک گفتن، ازشون سپاس گذاریم. قسمت 22 ریستارت، این که اگر کلمه مؤمن رو از ادیان بگیریم، چرا دولنگ ادیان کلا میره رو هوا و مشخص خواهد. هفته پیش هم توضیح دادیم که پیامبرها کتابی بیرون ندادن در طول تاریخ، هم معلومه. یعنی که اگه خوب نگاه کنیم میبینیم که من حرفم درسته، یعنی پیامبرا هیچ کتابی بیرون ندادن. اگر عیسی وقت دادن کتاب نداشته باشه منطقیه. یعنی وقتی که شما میگید که قرآن، ما میایم سوال میکنیم، میگیم که این قرآن رو کی نوشته، کی داده بیرون. بعد میبینیم که دوباره دین پدر مادرها میاد وسط. عیسی 27 سالگی یحیی رو میبینه، 30 سالگی هم میکشنش. خب این بیچاره وقت نداشته کتاب بده بیرون. مسیحی ها منطقی میتونن یه ذره حرف بزنن، میگن آقا بعد از مثلا 250 سال بعدش ما کتاب دادیم بیرون، حالا هر چی که دادن بیرون. اما محمد ابن عبدالله که حکومت تشکیل داده اونجا، آقای موسی که حکومت تشکیل داده اونجا، چرا کتاب نداده بیرون؟ در طول تاریخ اصلا ما کلمه ای نداریم که بگیم آقا در دوران محمد کتابی اومده بیرون به نام قرآن. حالا خود کلمه قرآن که یعنی خواندن، قرآن نا یا سوریانی یعنی که درس، یا اصلا کلمه ریشش یا از قرینه میاد یا از خواندن میاد، حتما نوشتن دیگه نمیاد. یعنی کتاب نوشتنی، یعنی به نام کتاب نمیاد، کتاب یعنی نوشتن، قرآن یعنی خواندن. پس اصلا این خودش، حالا کلمه‌شو بذاریم کنار اینا، سوال بسیار ساده است. خب من از توی شنونده، چون یکی از این دوستان عزیز که تو بسیج کار میکنه، بچه خوبی هم هست واقعا، هنوزم وضعیتش خوب نیست، پس معلومه که واقعا با دلشون توه. به من مسئله زده، حدودی هم میشناخته اینا، گفت آقا ما گیج شدیم، ما همه چیزمون رفته رو هوا و اینا. توضیح به این پسر خوب، من ایرانم یه بار توضیح دادم واسهت، الانم چون برات احترام قائلم دوباره توضیح میدم. یاد بشه برن که خیلی از بچه‌هایی که معتقد هستن، چه دختر و چه پسر، به ریستارت روی آوردن، ولی واسهت یه توضیح کوچولو بدم. ببین الان من به تو میگم که این کتاب قرآن از کجا اومده. هیچ راهی برای نجات خودت نداری مگر اینکه بگی که پدران من میگن. تو قرآن خودت که داری حرف میزنی نوشته. من سقراطی دارم عمل میکنم تو این برنامه، دقت کن، از روز اول بهتون گفتم، یعنی از خودتون میگیرم به خودتون میدم، از دین خودتون میگیرم به دین خودتون پاسخ میدم، تو نتیجه رو متوجه شی. یعنی یه گوسفند میذارم وسط، همه گوسفندادونو تقسیم میکنم، بعد گوسفندمو برمیدارم میرم.
به همین سادگی. شما تو خود قرآن خودت هم نوشته دین ابراهیم میگه من از دین پدر مادرم بیزارم. خب متاسفانه ما دین پدر مادر رو هنوز نفهمیدیم یعنی چی. تا میگیم دین پدر مادر فکر کنیم بابای خودمونه میگه، میگه از دین پدر مادرم بیزارم، یعنی پدر مادری که در تاریخ هستن الان تو کل مثلا ایران این 70 میلیون پدر مادر داشتن، همشون هم دین داشتن، همشون هم دین رو توضیح دادن. این دین از کجا اومده؟ این کتاب قرآن از کجا اومده؟ سوال میکنیم ازت. محمد قرآن داده بیرون، میگه که پدرانم میگن، تو تاریخ خوندم نوشتن. خب کی داده بیرون؟ زمان عمر، زمان ابوبکر هیچ کدوم قرآن نخوندن، بعد عثمان کتاب اومده بیرون. من سوالم اینه اصلا فرض کن زمان ابوبکر، حالا بعد یه فرقه بسیار بسیار کوچک در مسلمان ها میگن نه خیر زمان ابوبکر اومد بیرون، اصلا من کاری به اون نره برای که نیومده واقعا بیرون، ولی حالا اشکال نداره فرض میکنیم این باشه. من میگم آقا شما میگید قرآن رسالت محمده، اگه محمد ابن عبدالله رسالتش کامل نشه که رو حواس، که چطور خودش نفهمیده کتاب بده بیرون؟ بعد وقت داشته، یعنی حکومت تشکیل داده، 63 سالگی میگم فوت کرده، یعنی وقت داشته که این که وحیا رو بنویسه بده، یک مهر بزنه بده بیرون، نداده بیرون. به مسیحیه میگیم آقا شما بفرمایید که این عیسی، میگه ما ایمان داریم به این که عیسی بر میگرده، میگن خب اوکی. میخوام کلمه ایمان رو بردارم، خیلی نکته مهمه، چون ادیان کلمه ایمان رو برداشتن از خودشون، کلمه ایمان رو از تصوف براشون چسبوندن به خودشون و روش دارن مانور میدن. بفرمایید که میگیم آقا این میگه که آره ما به بازگشت عیسی باید ایمان داشته باشیم. میگم تو دیدی عیسی برگشت بعد از اینکه کشتنش؟ میگه نه. میگم عیسی به شما زنگ زد گفت من برگشتم؟ میگه نه. میگم تو چجوری داری ایمان میاری به چیزی که میگی برگشته؟ میگه قدیم دیدن. این همون دین پدر مادره، خوب نگاه کن، یعنی میگه پدران من دیدن، مادران من دیدن، من هیچی ندیدم. میریم بابات میپرسیم، بابات هم میگه منم چیزی ندیدم، ولی پدران ما دیدن. میریم نسل قبل میگه منم والله چیزی ندیدم، پدران من دیدن. 27 سال بعد از فوت عیسی میریم میگه منم چیزی ندیدم، پدران من دیدن. شما از دختر ندیده چجوری باردار میکنی دختره رو؟ چجوری بچه دار میشین شما؟ از عشق نایده چجوری عاشق میشی؟ قیافه ای که نایده چشات الان به من یه قیافه یه رو خود تسرسون کن عاشقش شد، نمیتونی که. ادیان کلمه ایمان رو گرفتن چسبوندن به خودشون، مسلمان هم همینان. اصلا ربطی نداره همه ادیان. وقتی میگیم امام زمان، شما هتا میگیم امام زمان میگن آقا این مال مسلمان هست. نه بابا جان، مسیح یهودی هست، مسیح مسیحیاس، زرتشتیا، خودشون، حالا من قدیم خوندم کتابشون یادم نیست اینا، خودشون میگن که آقا 40 روز آب و جارو کنیم، مال زرتشتیاس آب و جارو کن دم خونه تو با اخلاص، امامت میاد، امام زمان میاد یا زرتشت میاد. همه این بیلیبو دارن. دین پدر مادر یعنی چی؟ حالا اول قرآن میگه ذالکل کتاب، یعنی آن کتاب. خب دین پدر مادر یعنی چی؟ الان ده خدا که چند سال درست شده؟ الان این که شما لغتنامه ده خدا چند سال اومده؟ 200 سال، 100 سال، 300 سال پیش هم اومده بوده، یه چیزی 350 سال پیش. لغتنامه عربی کی اومده؟ 300 سال پیش. خب خیلی معلومه، حکومت نشسته با آخوند نشسته گفته آقا مردم اگر یه روزی از ما سوال کنن ذالک کتاب و یعنی آن کتاب چیکار کنیم؟ گفتن بهترین کار یه پولی دادن به یه آدمی نوشته که بعضی مواقع کلمه ذالک مفهوم اینم میده. مثل که الان من تو ده خدا اضافه کنم، بعضی مواقع حسینی یعنی خدا، حسینی مفهوم خدا میده. خیلی ساده است و فهمشا، یعنی کلمات رو جابجا کردن. تمام دیندارها، تمام اونایی که دین دارن، همش میخوان پیروانشون رو به ایمان تشویق کنن. کلمه ایمان یعنی بعد از این که شما چیزی رو دیدی، دختری رو که دیدی، میگی من شناختم، بعد که میری عقد میکنی میشه تسلیم، من تسلیم شدم. وقتی با دختره میشینی میخوابی بلند میشی سینما میری میگی من ایمان دارم این دختره دختر خوبیه. یوقنون یعنی یقین. بعد از ایمان به شما میگن یقین، میگی من چشمسته این دختره رو قبول دارم دیگه، یعنی دیدمش، حرف زدم باهاش، ایمان دارم، حالا یوقنونم، حالا یقین دارم دیگه، یقین دارم این بهترین دختره. اینا همش به ترتیب. حالا اگه ایمانو ورداریم چی میشه؟
مشخصات به خاطر که ایرانی ها در اصل بیشتر مسلمان هستن. شنونده محترم مسیحی، ببین من یه جمله گفتم، برای همین میخوام الان میخوام برم سمت یه آیات قرآن مسلمان ها. ببین من به تو یه جمله گفتم، سه هفته هم چهار هفته هم وقت دادم فکر کنی. پول عیسی ازش میپرسن که شما میخوای پادشاه علی حرفای خوب فیلمش هم دیدین، آیاتش هم هست در انجیل، میگه که جملهش معروفه، میگه ببین روی این پول عکس کیه، میگن عکس فلان پادشاه، میگه پول عکس، پولی که عکس فلانیه بدیم به خودش، پولی رو که مال عیساس بدیم به من. تو به همین یه جمله فکر کنی، فردا صبح در رادیو پسی رو کندی، میگه آقا من تازه فهمیدم. بفرمایید شما تا حالا به کلیسا دارین کمک میکنین، با چه پولی کمک میکنین؟ اصلا شما خواهم الان من میخوام به کلیسا کمک کنم، با چی کمک میکنین؟ با پول آقای حسینی، با پول حاج آقا مسئلتون. خب این با پول با چه عکس کی روشه؟ ابراهام لینکلن. خب به تو برای چی میدی به کلیسا؟ شما باید پولی رو به کلیسا بدین که عکس مسیح روشه. نه ما یورو میدیم، عکس کی روشه؟ ما ریال میدیم، عکس کیه؟ آها آقای حسینی فهمیدیم، پس دیگه نباید پول بدیم. آفرین آقای حسینی، بعد پول رو بدیم که عکس جیزس روشه. آفرین. برنج میدیم. برنج با چی خریدی؟ با پول خریدیم. پول رو عکس چی بود؟ آ بله راست میگی، یا برنج هم نمیشه داد. لباس میدیم. برای چی میدی؟ لباس رو از کجا خریدی؟ از مغازه. چی دادی؟ پول دادیم آقای حسینی. ما چی دادیم؟ نه پول دادیم. پس نمیتونیم. همینو فکر کن تکونت میده. همینه فکر کنی تکون میده، میفهمی که اصلا ایمان نداری به مسیح، تو اصلا مسیح رو نمیشناسی. راه شناخت مسیح همین روی استارت. خوشگله بابا، میخوام موسا رو بشناسی بعد بیای اینجا. فکر نکن اینجا فقط نیچه رو میشناسی، فکر نکن بیام شکسپیر و تولستوی و آنتوان چخوف رو میشناسی، خیام و سعدی و حافظ رو میشناسی. نه خوشگله، مسیح هم میشناسی، چون تو دین پدر مادرته، همش یا خوندی یا شنیدی، هیچی ندیدی. از مسیح هم سوال نکردی. آقا شما برگشت، همین بازگشت مسیح رو فکر کن، کی کدوم احمقی به تو گفت مسیح برمیگرده؟ که حالا تو باید ایمان هم داشته باشی بهش. شرایط مسیحیت دیگه، صلیب، اول باید قبول کنی که عیسی رفته رو صلیب. آقای حسینی تو تاریخ دیدن رفته صلیب، اوکی اینو من اصلا فرض میکنم اوکی، همه تاریخ دیدن عکسم گرفتن رفته رو صلیب، چاکرت هم هستم. بازگشت مسیح رو تو اون گوشه چند نفر دیدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم به نام جیزس، 6 نفر دیدن، 20 نفر دیدن. شما چیزی دیدی؟ نه من ندیدم. و دو دین پدر مادرتی. اصلا شما مفهوم دین پدر مادر نمی‌فهم. اول قرآن مسلمانام نوشته مؤمن کیه، متقی کیه، توضیح داده. میگه همین اول قرآنتون الف لام میم که یه کده. کدش میدونه یعنی چی؟ یعنی اگر الف لام میم رو بفهمی یه کلید فشار بدی، کل حروف قرآن به هم میریزه، شکلش تغییر میکنه. اینو فقط اهل تصوف میفهمن. یعنی وقتی میگه الف لام میم قرآن که وام میکنه، الف لام میچرخونه، چون کتاب شما کتاب از تصوف دزدیده دیگه، انجیل از تصوف دزدیده دیگه. حاج آقا حسینی مسئلتون انجیل بعضی از جملاتش درسته، بله مال تصوف دزدیدن کردن تو انجیل. بعد دلیلش چیه؟ دلیلش اینه بوی حکومت هم میده تو. شما نگاه کن تو همون انجیل نوشته که ای مردم مقابل حکومت ها بلند نشی، اگر ظلمی به تو شد این بر صورتو بگیر، اون برم بذار بزنه. اگر به زن تجاوز کرد سکوت کن، زیرا که حکومت ها آزمایش ما هستن. خفه شو، فقط زندگی کن. همینو میریم توی سنی ها میبینیم. آقا این حکومت به هر حال حکومت اولو الامره، اولو الامره. میگیم اولو الام یعنی چی؟ میگی یعنی ایشون اومده الان مثلا پادشاه عربستان دیگه. ما باید احترام بذاریم، یعنی خفه شیم. ما حق قیام نداریم. اصلا هیچ حکومت، هیچ دینی در جهان اجازه قیام نمیده. هیچ دینی در تاریخ جهان اجازه به قیام نمیده. الا فرقه مشخص کوچکی که میگن که مثلا حسین قیام کرده، که حالا ما ایرانی ها خوشن شیعه میدونیم. اصلا ایرانی ها شیعه نیستن، ایرانی ها در اصل سنی هن، یعنی مسلمان هن. همشون مسلمانن، شیعه نیستن، چون شیعه فقط همون 72 نفری بودن که با حسین مردن دیگه. اگه شیعه اگه اینطوری باشه دیگه، همون 15 16 نفری بودن که با جیزس رفتن رو هوا دیگه، همون کسایی بودن که نشستن مثلا تولستوی خون با تولستوی خوابیدن پا شدن دیگه. مثال میزنم، حالا مثال دارم میزنم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، آن کتابیش ربطی به این نداره، آن کتابیش اول قرآنته.
بسیجی عزیز که مسیج زدی، خوش کردم. گوش کن، شاید باور کن شنونده های عزیزی که به دوستای ریستارتی، لطفاً توی فیسبوک اصلا شما تبلیغ، یعنی اینکه شما معرفی میکنین برنامه رو، شما نمیتونین بیاین باشون جر رو بحث کنین. بحث یعنی اینکه من از تو بیشتر میفهمم. در عرفان اولین چیزی که باید بفهمیم اینه که یک، باید اجازه داشته باشیم بحث کنیم. دو، اولا نمیفهمیم ما اصلا چیزی، اونا میفهم. فهم مال اونا، مال شما نیست، مال ما نیست. ما میبینیم، هرچی میبینیم میگه دیگه نمیگن. مثل این یارو میگفتش که آقای آیت الله بهجت چش برزخی داره. آیت الله بهجت نمیتونست خشتک خودشی ببینه، چی به چش برزخی داره شاسگول؟ هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن شاسگول. اون وقت این بهجت فیلم میداره، تو رو خدا به مردم نگی من چش برزخی دارم، خفهشو بابا دیگه. حال آدم به هم میزنه. چش برزخی داشته باشی که نمیتونی بگی که خشتک نمیکشن سرت یابو. بله، نمیدانید ایشون چش برزخی داشته. نمیدونم واقعا بزنم تو دهنت، نمیدونم چیکارت کنم واقعا. من حیف که شخصیتا چون خانواده دار هستم نمیتونم بزنم تو دهن کسی، چون ای به خودم مینگرم و احسان خودم دیده فرو میبردی در گریبان خودم، تا الان فرصت دادیم تو چاسکول نشستی واسه خود حرف میزن. میخوام راجع به انسان کامل امروز صحبت کنیم یه حدودی. حالا میگه آن کتابی است که بی شک یعنی اصلا امکان نداره شک کنی، فقط مال متقین. یعنی چی؟ مردم ایران، این ماشین حسینی فقط مال ننمه. خب یعنی بقیه دست بزنن بیلاموسن، مال ننمه دیگه. میگه این کتابی والقل کتاب الارایبه وی هدلل متقین، این کتاب آن کتاب فقط مال متقینه، هر کی خون بیناموسه. خودش میگه خود قرآنت داره میگه. شما مگر شما متقی، حالا برای اینکه بگی که آره آقا سری مسئله تنجی ما متقیم، متقی میخونیم بعدیشو. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات. میگه پرهیزکاران یا این متقی کسانی هن که ایمان دارن بالغیب. غیب یعنی چی؟ غیب تعریفش معلومه، هر آن چیزی که خارج حواس پنجگانه توی غیبه. یعنی نه میتونی ببینی، نه میتونی بشنوی، نه میتونی بخونی، نه میتونی هیچ کاری نمیتونی بکنی. غیب یعنی دنیای ورای پنج حس تو. خب این غیب، شما ایمان داری به غیب؟ اصلا غیب میدونی چیه که ایمان داری؟ بله، غیب یعنی ما قبول داریم اون دنیا هست. اینه کی به تو گفته؟ پدرانمون گفته. خب شد دین پدرانت دیگه. خودت دیدی غیبو؟ نه من ندیدم. آقای حسین با غیب خوابیدی؟ نه. غیب از غیب کسی به شما خبر داد؟ نه. پس چجوری شما ایمان داری به غیب؟ شما پس یک تموم شد دستان دیگه، همینجا تموم شد. من نمیخواد بقیهش هم بخونم، تموم شد. یعنی کلا رو هوایی. شما یه غیبو دیدی یا غیبو ندیدی، یا تو غیب بودی یا نبودی، یا از غیب به تو پیامی داده یا نیامده. اگه نیامده رو هوایی. بعدش آیه بعدی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، آنها به آنچه بر تو نازل شده، و ما انزل من قبل که، یعنی به اون چیزی که پیش از تو نازل شده ایمان میارن. چون نشه والذین یؤمنون، نگفته والذین مسلمون، نگفته والذین ناس، نگفته. میگه آن چیزی که به تو نازل شده و آن چیزی که به گذشته نازل شده. خب تمام آخوندا فردا سو بندم رادیو پستو، صحف کو، زبور کو. بله از چیزهای زبور رو داریم، صحف کو. شما انجیل حالا میتونی بری از مسیحا بگیر بگی که من خوندم ایمان آوردم، صحف کو اصلا نمیدونیم کجاست، چند صفحه است نمیدونیم. پس شما به گذشته ای که به محمد نازل شده چجوری ایمان داری؟ خوندی ایمان داری؟ نه آقای حسین، همین قبول داریم اومده. قبول داری اومده؟ خودت کلمه ایمان میفهمی واقعا؟ آخه نشخوار میکنیم، بعد یه خورده بفهمیم که پنج تا اصل مشخص اینه و به رستاخیز یقین دارن. یعنی یقین دارن به آخرت. آخرت رو دیدی؟ اونور دنیا رفتی؟ مگه آقای حسینی مولوی رفته؟ بله مولوی میگه من 200 بار مردم و زنده شدم. وقتی که مردم یعنی در همین حالتی که نشستم مردم، مولوی نمیگه، سعدی همینه میگه، حافظ همینه میگه، شاه نعمت الله ولی همینه میگه، خواجو کرمانی همینه میگه، صغیر اصفهانی همینه میگه، همه خیام هم همینه میگه، بابا طاهر همدانی همینه میگه، همه همینه میگن. میگن ما میمیریم همینطور که زنده ایم، نسبیت آلبرت اینشتین سرعتمون میره بالا.
و میبینیم. میگه ما میبینیم. رستاخیز شما ایمان داری؟ این اگه میخوای این قرآن تو بخونی، این قرآنی که شما به زور کردین زالکر و هازا، اگه میخوای بخونی بعد به رستاخیز ایمان داشتی. از رستاخیز چیزی میدونی؟ کسی از رستاخیز به شما خبر داده؟ بابات رفته رستاخیز اومده، نند رفته رستاخیز اومده، رستاخیز چپ راست بالای پایین، کجاست رستاخیز؟ رستاخیز چه شکلیه؟ از کجا آمده این رستاخیز؟ آها اصلا نمیدونم. قدیما گفتن رستاخیز هست، ما هم قبول داریم، از دین پدر مادرت. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. میگه فقط اینا هدایت پیدا میکنن و فقط اینا هن که رستگارن. کسانی که کافر شدن، پشت آیه کلمه کافر میاره، میگه و کسانی که کافر شدن هرچی به این شاسکولا بگی ایمان نخواهند آورد. خدا زده آیه رو من دارم میخونم، خدا زده دهن اینا رو سرویس کرده، بی گوشاشون و دلاشون تپونده مهرایی، چشاشون رو شاسکول کرده. این علاقا فکر میکنن ایمان آوردن، و برای اینکه بعدن نگه آقای حسینی منظورش ما نیستیم، پشتش میگه، میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخره و ما هم به مؤمنین. میگه ای محمد، در میان این مردم، و من الناس یعنی از مردم، کسانی هستن که میگوین به خدا و روز رستاخیز ایمان آوردیم، در حالی که ایمان ندارن. یعنی ختمم میذاره رود. میگه اصلا ناراحت نباش، این مسلمونا میگن ما ایمان آوردیم، ایمانی ندارن، حرف مفت میزنن. مسیحا هم همینطورن، چون نه جیزز رو دیدن. اگه جیزز رو دیدن یا موسی رو دیدن چاکرشون، اینا ایمان آوردن، بقیه نیاوردن. میگه این اینا میخوان بگن که ما هم مؤمنیم تا مؤمنی رو به گند بکشن. کل مطلب این 5 6 آیه ده از کلش همش همین. حالا من هنوز راجع به قرآن حرف زدم که بعضی میگن قرآن چیه، شما میگی مال تصوفه، اصلا موضوع اصلا متفاوته. من میترسم برنامه 50 به جان حسینی، من 4 دقیقه از برنامه 50 رو الان شروع کنم به والله خاموش میکنیم. بذار اندک اندک دم گردد وانگهی دریا شود. خوشگل من خاموش میکنه، بلیف می خاموش میکنه، خاموش میکنه. های رفیق آقای بسیجی عزیز گوش کن، خاموش میکنه. متأسف مسیحی خاموش می‌کنه. نطفه است، میدونی ریستات به نطفت بستگی داره، هر کسی نمیتونه، برای همین منبعت تبلیغش بکنه، موعد معرفی کنه، بعد واسه فامیلات بفرسی گوش کنه، ولی راجبشون بحث نباید بکنه. نطفه به نطفه رب داره، میدونی اونی که جذب میشه آهنی است که به آهنربا جذب میشه. شما هرچی هم طلا رو بذاری هی هول بده، با لگد بزنم باسن طلا بیا جلوی آهنربا، نمی جذب میشه. می‌خواستیم راجب انسان کامل صحبت کنیم، کلمه رو گفتم برای اینکه مهمه. پس کل مردم کره زمین از نظر حافظ مولوی سعدی، اینجا پیام بسیار مهمی رو داره حسینی به شما میده. اگر این کلمه ایمان و ورداری همه چیز مشخص میشه. از نظر سعدی، مولوی، حافظ، ویلیام شکسپیر، نیچه، تولستوی، آنتوان چخوف، بایزید رستمی، شیخ خرقان، جنید بغدادی، تمام عرفا و اهل تصوف، مردم کره زمین به 3 قسمت تقسیم میشن. نمبر 1 مؤمن، و تعریف اینها از مؤمن به کسی هست که میبینه حرف میزنه، یعنی جیزس رو میبینه، به این میگن مؤمن، یعنی به پیامبر ایمان داره و میبینه و باهاش حرف میزنه، بهش میگن مؤمن، یعنی دور اون آدم است، یعنی به کسی که از طرف خدا، یعنی انسان کامل یا مرشد یا پیر، در ادبیات فارسی اینا همش اومده، اگر یعنی مرشد رو میشناسه، امام زمان رو به قول شماها میشناسه، انسان کامل رو میشناسه، باهاش نشسته سوال داره میپرسه، به این گروه اندک میگن مؤمن. یعنی کسانی که دور جیزس بودن مؤمن بودن. جیزس که مرد، هر احمقی بعدش گفت من ایمان دارم دیگه مؤمن نیست. محمد که فوت کرد، پشتش هر کی گفت من به محمد ایمان دارم زر مفته. چرا؟ چون از نظر این عرفا و تصوف فقط کسانی که محمد رو دیدن و بهش ایمان آوردن، یعنی باید دور اون باشن، به این میگن مؤمن. پس مردم کره زمین به 3 قسمت تقسیم میشن. نمبر 1 این فیلم خوب بد زشته. فیلم خوب بد زشته یه بار نگاه کنی، خیلی فیلم وسترن خیلی خوبه، یا خوبن یا بدن یا زشتن.
پس از نگاه سعدی و حافظ، عطار، نظامی، اویس قرنی، همه این عرفا اهل تصوف، انسان‌های کره زمین در هر زمان به سه قسمت تقسیم میشن: یا مؤمنن، یا کافرن، یا منافق. حالا تعریفش رو نمی‌دونیم. مؤمن پس به کسی میگن که میشناسه اون انسان کاملو. کافر به تمام ادیان میگن و همه بی خداها میگن. کافر یعنی کسی که انسان کاملو نمیشناسه میشه کافر. به قول حدیث خودتون ناسبیه، ناسبی یعنی چیه؟ کسی که ادعا کنه که من با خدا رابطه دارم. او زنا او صلاح، میگه چه نماز بخونه چه زنا کنه هیچ فرق نمیکنه، بی شرف بی شرف. کار خوب اصلا تعریفش چیزی است که حالا ما بعدا راجع به کار خوب صحبت میکنیم. اصلا کار خوب یعنی چی؟ خب پس انسانهای کره زمین یا انسان کامل رو میشناسن که میشن مؤمن، یا نمیشناسن که میشن کافر. پس منافق چیه؟ حاج آقا مسئلتون، منافق به کسانی میگوین که انسان کامل رو میشناسن به خاطر پول با حکومت ها میریزن رو هم، انسان کامل رو میشناسن به خاطر قدرت و مقام میرن عقب. پس نتیجه آیا حسینی میشه دوران عیسی رو بفرمایید؟ بله، در دوران عیسی و اون گروهی که عیسی رو قبول داشتن شدن مؤمن. یهودا شد منافق، یعنی یهودایی که عیسی رو میشناخت بهش خیانت کرد شد منافق. بقیه مردم هم کافر بودن. تعریف دیگه نداریم، چون اعتقاد تصوف اینه که باید حتما انسان کامل رو بشناسی، یعنی روح هوایی. برای مورچه، یه مورچه واقعا فرض کنید یه مورچه توی یه باغ بسیار بزرگه، مثلا 6 هکتاریه، یه مورچه بهش بگی که این باغ رو مشحسن درست کرده، میگه تو رو خدا با ایمان من بازی نکن، این خدا درست کرده. میگی به خدا من مشحسن رو دیدم، مورچه که اومد درخت سیب این تو کاش، من از اولی که این باغ درست شده بود، از زمانی که بیگ بنگ شروع شده بود، از زمانی که گل آدم رو میسرشتن من بودم. میگه دروغ نگو، این باغ مال خداست و خدا این آفریده که ما زندگی کنیم. خب مورچه هیچ وقت نمیفهمه که باغ مال مشحسنه، هیچ وقت نمیفهمه که تهران رو مردم ساختن، موجوداتی به نام انسان تهران رو ساختن، نمیتونه بفهمه، چون دنیاش خیلی خیلی پیشرفت کنه باغ است. میخندی درسته؟ این توه، نخند، این خودته. آقای حسینی دیگه نگو اقلا کرات رو انسان آفریده. اگه انسان آفریده باشه چی میشه؟ تو فکر میکنی که از بیگ بنگ به این ور چندی میلیارد ستاره و کهکشان خیلی مهمه؟ اگه یه آدم اینو آفریده باشه چی میشه؟ اگه حرف جیزس درست باشه چی؟ بگه هر چی در جهان آفریده شده به خاطر من آفریده شده، پدر به من داده، وقت چی کارش کنم؟ اگر حرف بایزید بسطامی درست باشه چی؟ که هر چی میبینید و من آفریدم، چی کارش کنم؟ اگه حرف شاه نعمت الله ولی درست باشه چی؟ هر چی میبینی در جهان به دستور منه، چی کارش کنم؟ تو فکر نمی‌کنی همون مورچه‌ای؟ خیلی خودتو گنده می‌دونی. تو فرقت با اون مورچه‌ای می‌دونی چیه؟ تو 90% جهان هستی رو نمی‌شناسی، هیچی از عالم غیب هم نمی‌دونی. فکر می‌کنی خدا کلاً بعد بیگ بنگ یه چیزی آفریده، 4 تا شاسکول فرشته هم درست کرده بالا، یه خورده حوری اینور درست کرده، یه خورده قیدمان هم اونور، تو کره زمین تمام شد، جهان تمام شد. واقعا اینجوری فکر می‌کنی؟ فکر نمی‌کنی همون مورچه هستی تو باغ مشحسن، اگه بهت بگم مشحسن اینو ساخته می‌زنی پدرشو در میاری؟ نمی‌دونی. حافظ، برای اینکه شما میخوام انسان کامل امروز توضیح بدیم، اگه پشه فرصت بکنیم، چون موضوع انسان کامل باید حتما مؤمن و کافر و منافق اینا توضیح داده بشه که بدونید چی. میریم قرن هفتم. میبینیم 4 تا آدم اومده بیرون. این 4 تا آدم هر کدومش توفش برابر جهان هستی: عطار نیشابوری، شمس تبریزی، مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی و سعدی. انسان کامل همشون هم یه انسان کامل حدودن داشتن، حالا یکی بعضیاشون 3 سال داشتن، 4 سال داشتن، 10 سال، ولی مشترک در یک انسان کامل بودن. یه خورده بریم ببینیم اینا کیان. میبینیم آقای شمس تبریزی یه پیره مردی که دماغش بیگیری مرده. اصلا شمس تبریزی سازمان اطلاعات زمانی که با مولوی درگیر شد، شمس رو میخواست سوار خر کنه ببره، میگفتن آقا این خره یه تکون زیادی بخوره میمیره، اینقدر پیر بود، فوت میکردی میمرد.
یک آدم بی سواد امی وسط بیابون، اصلا در تاریخ نوشته ما نمیدونیم شمس اصلا سوادش چی بوده، واقعا پنهانه. انسان کامل از چوب خشک به چوب خشک فوت بکنه، به قول خودمون کیمیاگر، این که کیمیا کیا میکنه، کیمیا میکنه یعنی این، کیمیا یعنی این که آهن میکنه طلا، کیمیا یعنی آهن میکنه طلا، حسینی شاسکولو میکنه بزرگ دانشمند تاریخ، یه چوب خشکو میریزه عرفان توش تکونش میده. برای این که مولانا جلال الدین رو بیاد تکونش بده مولوی رو، بلند میشه یک انسانی رو به نام شمس میفرسته. خوب نگاه کن، دو شخصیت متفاوت، یکی خدای سواد، شعور، فرهنگ، همه از یک انسان کامل اومده بیرون، یعنی شمس و مولانا یک انسان کامل رو میشناسن، اسمشو نمیارن، جرأت ندارن، ولی میشناسنش. جلوی مکتب اون دو زانو نشستن. انسان کامل برای اینکه پوز بزنه، آس رو کنه، برای اینکه بفهمی، برای اینکه وقتی اینو بفهمی اونو میفهمی، یکی از ذرات اونو میفهمی. یه آدم میده بیرون سعدی، مؤدب، با شخصیت، یه جوری. یکی میده مولوی، یکی میده عطار، که کمکان مولوی راجع به عطار میگه من هفت شهر عشق رو عطار گشت، من ما یعنی تو و من هنوز اندر خم یک کوچه. برای اینکه ترتیب مولوی رو بده، یه پیرمرد 60 70 80 ساله ضعیف عادی بی سواد رو میفرسته مولوی رو تکون میده. یعنی به کل آخونده گفت، مولوی اون موقع بزرگ مرد تاریخ آخونده بوده، همه کتابا رو بلد بوده، واقعا همه چی، هر چی تو بگی تو کتاب، هر چی آخوندها در طول تاریخ خوندن همه رو مولوی بلد بوده، و شمس تکونش میده. اینا مال قرن هفته. این انسان کامل کی بوده که اینا رو همه رو تکون داده؟ این آدم کیه؟ چرا همه عاشقشن؟ این چه یاریه؟ حافظ در اواخر عمرش به عرفان میرسه، خیلی هم تلاش میکنه، خیلی هم گریه میکنه، خیلی هم نگاه میکنه به موضوع، خیلی هم واقعا زور میزنه، یعنی تو شرایط ذهنیش خیلی تلاش میکنه که این موضوع رو متوجه شه. میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ کلمه آیا بود سوالیه، یعنی اوج پاچه‌خواریه، اوج افتادگیه. میگه آیا میشه؟ یعنی آماله، آرزوه. میتونست بگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، حتما بود که گوشه چشمی به ما کنن، میتونست حتما هم بذاره. میگه آیا بود آنان که خاک را، خاک یعنی بدن تو، ببین بدن تو از خاک، 7 میلیارد الان آدمه، همه این شاسکولا میمیرن، همه هم تو همین زمین میمیرن، 500 میلیارد آدم رفته اومده، همه تو همین زمین مردن، هیچ کدوم دفن نکردیم تو ماه، هیچ کدوم تو مریخ دفن نشدن، فقط تو زمین، همین زمین هی تولید کرده هی مرده، هی تولید کرده هی مرده، هی تولید کرده. اینش میگن خاک. بدن تو هم خاکی که سلول به سلول تو مال یه جای دیگه. میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، یعنی با نگاه کردن، با نظر به خاک، خاک رو طلا میکنن، یعنی شمس به دستور انسان کامل خاکی به نام مولوی رو به نظر کیمیا کنن. حالا حافظ چرا اینو میگه؟ چون باهوش، حافظ بعد مولویه، موضوع مولوی رو میدونه، موضوع شمس رو میدونه. میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. میگه درد من تو دلم بمونه بهتر از اینه که گیر خاخام و آخوند و کشیش و اینایی که ادعا میکنن با خدا ارتباط دارن و اینایی که ادعا میکنن چیزی میفهمن. و میگه دردم نهفته بذار دردم اینجا بمونه، بهتر تا طبیبان، این دکترای مدعی دروغین در طول تاریخ، تا اون موقع دروغو، همه دروغو، همه. میگه دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد، که از خزانه غیبم دوا کنن. میگه این درد من بذار تو من بمونه تا از غیب باشد،
یعنی آرزویه باز میذارم بمونه تا از خزانه غیب بیان دواش کنن. من نمیخوام گیر این آدما بیفتم. معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کننده. اینا همشون جمعه ها، هر کس مفرده. هر کس یعنی یک نفر، اشاره به یک شخصه یا یه آدمه. میگه هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. ناقص جمله، دقت کنی، ناقص پرمفهومه. میگه اگه میبینی که این خوشگل انسان کامل چون نقاب زرخ در نمیکشه، میگی که پشت ابره دیده نمیشه، نمیاد، ناز میکنه، میگه معشوق چون نقاب زرخ در نمیکشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. چرا همه حکایت درست میکنین؟ کتابی اطرتی، کتابا به چسب، اطرتو به چسب، ایمان بیار به فلان، همین اینا رو هم رو توضیح میده. چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدیست، آن به که کار خود به عنایت رها کند. میگه با زهد و رندی و کتاب و اینا نمیشه کاریش کرد، باید عنایت شه. یعنی دقیقا داره انسان کامل رو میگه باید عنایتی بشه به من، یعنی باید لطف شه. نظریه رو میگه بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کند. میگه حالا اینجا داره اشاره میکنه، میگه من یزید عشق پر شده تو من. من نمیدونم چرا، شما مگه نگفتین که با معامله با آشنا میکنین؟ چرا با من این کارو نمیکنین؟ حالی درون پرده بسی فتنه میرود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. این درون پرده بسی فتنه میرود، یعنی این که توی اون نگرش هایی که وجود داره تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. اگه این پرده بیفته رازها تازه فاش میشه. گر سنگ از این حدیث به نالت عجب مدار. میگه از این درد انسان کاملی، این ریستارتیه، اگه سنگ گریه کنه عجیب نیست واقعا. صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. صاحب دلان یعنی صاحبان دل، صاحبان دل یعنی همین عرفا و اهل تصوف. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. میگه این طاعت عرضم حضور شما که بر روی و ریا هست، یعنی نماز و روزه و خمس و زکات و کلیسا و کنیسا و اینا، میگه می بخوری بهتره تا این کارا رو بکنی. پیراهنی که آید از زوبوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنن. قبا کنن یعنی این که لباس روحانی باش درست کنن، بهش قدیسی بهش بدن. میگه این پیراهن یوسف بوی عشق میاد، بوی دربدری و سختی و تحمل و صبر و عشق و اینا میاد. اینا این پیرن رو برداشتن قبا کردن، اهل تصوف موضوعاش دزدیدن، دارن میگن به مردم بدونی که اجازه این حرف رو داشته باشن یا بدونی که اصلا بتونن اثری داشته باشن. بگذر به کوی میکده، دا زمره حضور، اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنن. پنهان ز حاسدان به خودم خان که منعمان، خیر نهان برای رضای خدا کنن. اینجا میگه که امیدوارم که یه روزی بشه که به خاطر رضای خدا منعمان، یعنی انسان کامل، دست ما رو بگیره، ما رو کمک کنه. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنن. دیگه اینجا دیگه اوج فروتنی میگه حافظ فکر نکن که به این سادگی بهت ریستارت میدم، به این سادگی میفتونی بفهمی موضوع رو یا انسان کامل رو بفهمی. و شاهان، این بزرگان، این عرفا، این آدم بزرگه، این انسان کامل کم التفات به حال گدا کنه. این دیگه اوج افتادگیش. اما این شعر منصوب است که حافظ در وصف شاه نعمت الله ولی خونده. برای این هفتمون دو بیت از شاه نعمت الله ولی رو میخونیم، یعنی حافظ انگار اشاره به شاه نعمت الله ولی میکنه، اصلا هم انگار نیست، در تاریخ هم نوشتن، مستقیم داره به شاه نعمت الله ولی میگه. دو بیت اول رو میخونیم و بعد میندازیم برای هفته آینده. شاه نعمت الله ولی میگه ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم. میگه ما هر شاسکولی رو نجات میدیم، ما یه چوب بر میدونیم تکونش میدیم میکنیمش خدا، ما یه پیره مردی که فوت کنه میفته میمیره رو میفرستیم مولوی رو تکون میدیم، ما میکنیم.
ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. جمله رو گوش بده، جمله رو گوش بده، خوشگله. صد درد را به گوشه چشمی، یعنی نمیخواد نگات کنیم. آخه بعضی اینجوری فکر میکنن که مثلا اولا انسان کامل بذار که دور انسان کامل چند تا صوفیه، تو فکر میکنی یه صوفی برای اینکه نفرین کنه تو رو مثلا به عنوان شوخی میکنه؟ اولا اینا نفرین نمیکنه، بدبختی اینه که این انسان کامل انقدر مهربونه، ذاتش مهربونه، دست خودش نی. ولی حالا تو فکر میکنی برای اینکه یک صوفی مثلا تو رو نفرین کنه کره زمین رو احتیاج داره بره سر جانماز؟ انسان کامل گفتم فراموش کن، فقط صوفی اونی که دورشه، دور صوفیسمه، فکر کنی میره سر نماز نفرین میکنه؟ نه، این تو دستشویی به تو فکر کنه رو هوا یا جی، فقط کافی تو دستشویی فکر کنه که کره زمین رو هوا. شاشگول سوره یوسف تو نخونی تو قرآن؟ دو تا خواب دیدن، نفر اول خواب دید که من این خواب دیدم یوسف گفت میری بالا موفق میشی، میری بغل پادشاه. دوم میگه من خواب دیدم اینجوری، گفت تو پدرت در میاد صبح مخته میخورن. یارو ترسید گفت آقای یوسف ببخشید من دروغ گفتم، خواب ندیدم. گفت اگه دروغم گفتی چون حرفت دهن من اومده بیرون، صبح دهنت سرویس اعدامت میکنن. حرف من اینقدر اثر داره که کنفیکم میکنه. شاسکول دروغم اشتباه کردی گفتی، اگه به این انسان کامل دروغم بگی به فکرش خطور کنه تمومی. از انسان کامل نه، شمس مولوی رو تکون داده. تو اصلا موضوع رو متوجه نمیشی. انسان کامل آدم در حدی نبوده که مولوی آدم ببخشید بره خودش اصلا یا شوخی کنه. شمس و فرستاده تکونش داده، یعنی اون صوفی دارش و فرستاده. فقط کافی صوفی که دور انسان کامل بهت فکر کنه به کره زمین. شاسکول انرژیه، همش انرژیه، همش نیروه. فکر میکنی کاری داره؟ اف موسیقی ما رو بلد نیستی؟ نمیفهمی؟ نه میفهمی، بعدم میفهمی، خوب میفهمی، بذار برنامه ریستا پخش بشه میفهمی. ما خاک راه، شاه نعمت الله ولی میگه ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم. حاجی ما میکنیم، نمیگه انشالله، نمیگه خدا، گوش کن، نمیگه محمد، نمیگه جیزر، میگه ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم، در حبس صورتیم و چنین شاد و خرمیم، بنگر که در سراچه معنا چا کنیم. میگه اگه میبینی ما خاک رو طلا میکنیم، پیرمرد میفرستیم، مولوی رو تکون میدیم، کنف یکون میکنیم، تازه تو حبس صورتیم، تازه تو این کره زمین، تو این قفسیم، تو دریچه معنا، اون دنیا همه رو جر میدیم، تو هنوز نمیدونی پشت پرده تفکر من چیه. میگه در حبس صورتیم و چنین شاد و خرمیم، اینجوری تکون میدیم. عزیز من بنگر، میخوای منو بشناسی؟ بنگر که در سراچه معنا چا کنیم. مردی خشتک تو سرته، مردی گیری. این 100 سالته، 9 ماه تو شکم ننته، 90 سال توی کره زمین، 9000 سال تو قبرته، بعد میای بیرون. میگه میبینی ما این همه تکون میدیم، مولوی رو یه شب آخوندکو میکنیم به یک بزرگ مرد تاریخ، با یه پیر مرد خودمونم نمیریم؟ میگه تازه در حبس صورتیم شانسگول، ما تازه تو کره زمین دستامون از پشت بستن، اوجمون محبتی عشقیه. بنگر که در سراچه معنا چه ها کنیم، اون وقت میفهمی که چی کار میکنیم تو جهان هستی. رندان لاابالی و مستان سرخوشیم، هوشیار را به مجلس خود کی رها کنیم. کسی که دلش برای ریستارت به تپه، کسی که واقعا تکون خورده باشه ولش نمی کنیم. هوشیار را به مجلس خود کی رها کنیم. اگر تکون بخوره دلت، قده انسان کاملیت، ما نجاتت میدیم. جملات حالا مونده تا هفته دیگه. شنونده محترم عزیز، و چون اگه بداهت اگه کلماتی از دهن من خارج میشه، اینا عذرخواهی رو میکنم ازتون. تا هفته دیگر و ریستارت 23 بدرود. Oh, yeah.
Oh,